درود بر شما به کانال سرنوشت خیلی خوش اومدید خانم نیکی کریمی در مورد اعتیادش به قرصهای روانگردان صحبت کرده صحبتهایی که میتونه بسیار هم آموزنده باشه اصلا چی شد که ایشون به این قرصها اعتیاد پیدا کردن؟ در ادامه ویدیو خواهیم دید خانم کریمی 19 آبان 1350 در شهر تهران متولد شد او حالا در آستانه 53 سالگیه تحصیل کرده مقطع دیپلم در رشته تجربی و دانشجوی انصرافی رشته طراحی لباس از دانشگاه آمریکاست. کنار فعالیت هنری، مترجم کتاب و عکاس هم هست. اصالتا از سمت پدری اهل تفرش استان مرکزیه. یه برادر به نام خشایار و یه خواهر به نام نازنین داره که به همراه پدر و مادرش در انگلستان زندگی میکنن. بازیگری رو از زمان مدرسه با حضور در گروه های تئاتری شروع کرد تا اینکه بالاخره سال 1368 وقتی 18 ساله بود با فیلم سینمایی وسوسه جلوی دوربین رفت او هنوز هم حاضر نیست ماجرای اولین ورود خودش به سینما رو توضیح بده با دومین تجربه حرفه ایش در فیلم سینمایی عروس در سال 1369 با ابوالفضل پور عرب به عنوان اولین ستارگان سینمای بعد از انقلاب به اوج شهرت رسید. او سال 71 با فیلم سارا تونست جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره های فرانسه رو به دست بیاره. خانم کریمی با سریال زندگی در سال 74 وقتی فقط 24 ساله بود وارد قاب تلویزیون شد اما جالبه که تا به الان فقط چهار سریال برای تلویزیون بازی کرده و کلا از صدا و سیما فاصله گرفته از سال 1376 عکاسی رو هم در کنار استاد عباس کیارستمی شروع کرد چند تا نمایشگاه عکس رو هم در ایران و امارات برگزار کرد او بعد از همکاری با کارگردان هایی مثل ابراهیم کیا بهروز افخمی و داریوش فرهنگ سال 1377 در فیلم دوزن به کارگردانی تحمینه میلانی بازی کرد. این فیلم پنجمین نامزدی او برای سیمرغ بود که در نهایت تونست با این فیلم سیمرغ رو به دست بیاره. همکاری او با خانم میلانی تا سال 1381 ادامه دار بود. سال 79 دستیار عباس کیارستمی در مستند آفریقا شد. یک سال بعد اولین فیلم مستند خودش رو با نام داشتن یا نداشتن ساخت که موضوعش مربوط به زوجهای نابارور بود. که با همکاری کلینیک رویان ساخته شد. او وقتی 33 ساله بود اولین فیلم بلند خودش رو به نام یک شب ساخت که به خاطر شرایط ممیزی در ایران اکران نشد اما در جشنواره فیلم کن درخشید سال 86 به عنوان یکی از داوران کن حضور پیدا کرد خودش در مورد زندگیش گفته یه برنامه روزانه برای ورزش دارم که تحت هیچ شرایطی اونو تغییر نمیدم حتی روزهایی که سر فیلم برداریم هستم وقتی به خونه میرم ورزش میکنم بدنسازی و فیتنس جزو برنامههای برنامه های روزانه منه تنیس هم بازی میکنم هیچ وقت رژیم تغذیه زیر نظر پزشک خاصی رو نداشتم خودم سعی میکنم همه چیز رو رعایت کنم به هر حال سن و سال که بالاتر میره نوع تغذیه هم باید تغییر کنه همه دوست دارن غذا و خوراکی های خوشمزه بخورن اما اگه به اندازه باشه و پرخوری نکنن مشکلی به وجود نمیاد من با خرافات همیشه در حال مبارزم به خرافات اصلا اعتقادی ندارم شاید تا یه سنی توی زندگیم فال قهوه میگرفتم اما حالا سال هاست که دیگه این کار رو هم انجام نمیدم در کشور انگلستان خواننده ها و نوازنده های اونجا برام بسیار دوست داشتنی و جذابن بعد اون موسیقی آمریکا رو هم دوست دارم شربی، نمک و شکر در رژیم غذایی من هیچ جایی نداره. من فقط هفته یک بار گوشت میخورم و سال هاست که سوسیس و کالباس مصرف نکردم. نیکی کریمی در کنار بازیگری و کارگردانی و تهیه کنندگی کار ترجمه رو هم انجام داده و تا به حال پنج کتاب با ترجمه او چاپ شده و یک کتاب هم موفق به کسب مجوز نشد. او در جشنواره فیلم فجر در سال 1398 به عنوان تنها فیلمساز زن در قامت کارگردان و تهیه کننده حضور داشت که این فیلم هفتمین تجربه او در فیلمسازی بود خود خانم کریمی گفتند از افراد موفق زیادی الگو گرفتم مثلا من سالها اوپرا وینفری رو دوست دارم و همیشه مجله هاشو میخونم و یه زمانی بیشتر برنامه هاشو میدیدم تا اینکه خودم هم به شو اپرا در شیکاگو دعوت شدم و ایشون با من مصاحبه کرد. کسانی که روی من تاثیر داشتن در دوره های مختلف فرق داشتن. نیکیه کریمی هنوز ازدواج نکرده و زندگی مجردی خودش رو داره. همیشه در مواجهه با سؤالی در مورد علت ازدواج نکردن هیچ پاسخی نداده. ایشون گفتن من یاد گرفتم که مبارزه کنم اما مبارزه کردن به معنای فریاد و غر زدن نیست هر جا که مورد حمله واقع میشم میفهمم که راه درست رو میرم بنابراین ادامه میدم او سال 1401 برای فیلم آتابای برنده جایزه بهترین فیلم شد و همچنین برنده جایزه بهترین کارگردانی در سال 1401 رو هم به دست آورد اما ماجرای اعتیاد عجیبی که برای این بازیگر اتفاق افتاد و ایشون برای آگاهی جوانترها این موضوع رو گفتن رو در ادامه خواهیم شنید قبلش ازتون تشکر میکنم به خاطر لایک این ویدیو لطفا عضو کانال سرنوشت بشید ممنونم نیکیه کریمی در مورد یکی از فیلمهاش گفته دختری که نقشش رو ایفا میکردم دچار پنیک اتک یا همون اختلال حراس بود من تا یه ماه برای این فیلم به خودم تلقین می کردم که دوچار پنیک اتک هستم. حتی واسه اینکه نقشش رو به صورت واقعی تر بخوام بازی بکنم رفتم سراغ دکتر و قرص خوردم تا مدت ها هم درگیر این بودم که چطوری باید این قرص ها رو ترک بکنم خیلی در بازیگری سخت می گرفتم یعنی مثلا حتما شب قبل از فیلم برداری باید تمرین می کردم. این ماجرا قبل از من هم سابقه داشته در موارد بسیار شدیدتر حتی چند نفر از بازیگران مرد به خاطر اینکه نقش شخصیت معتاد رو قابل باورتر اجرا کنن به دام مواد مخدر افتادن و هرگز از این دام نجات پیدا نکردن اما خدا رو شکر بعد از مدتی من خیلی تلاش کردم که بتونم این قرص ها رو ترک بکنم و تلاش هم نتیجه داد و بعد از مدتی موفق شدم که از شر این قرص ها خلاص بشم و به بازیگرهای جوون توصیه می کنم که اصلا چنین کاری انجام ندن واقعا نیاز نیست بیش از حد به چنین نقش های نزدیک بشید و به خودتون آسیب بزنید در سال 2017 برای اولین بار در فهرست سی نفره زیباترین زنان بازیگر در جهان نام دو هنرمند زن ایرانی به چشم میخورد. در این فهرست ترانه علی دوستی در مقام 28 و نیکی کریمی در مقام 14 قرار داشت. این لیست بر اساس نظرسنجی جهانی انتخاب شده بود و ملاک هایی مثل جذابیت، زیبایی، فعالیت زیاد در سینما، کسب جایزه و استقبال از نمایش فیلم ها برای انتخاب بازیگران مد نظر بود. لطفاً شما عزیزان هم یک جمله در وصف نیکی کریمی بنویسید. سپاسگزارم از لطف شما عزیزان به خاطر لایک این ویدیو. اگه علاقه دارید که ویدیو مربوط به شادروان رضا داوود نژاد رو هم تماشا کنید لطفا روی تصویر این هنرمند کلیک کنید سپاسگزارم بدرود